تمام دشت بلادرنگ از هیاهوی مهیب و وحشت آور پارتیان پر شد. صدای رعب‌انگیز طبل‌های پارتیان مانند قرش حیوانات درنده و رعد و برق رومیان را دچار ترس و استراب کرده بود. در همین هنگام شهسواران اشکانی پارچه‌هایی که روی تجهیزات خود پوشیده بودند را کنار زدند. برق خیره کننده اسلحه و زره های ایشان درخشیدن گرفت و مانند شعله فروزان چشم رومیان را خیره کرد. با این وجود رومیان به خوبی می توانستند سپهبد سورنا را که از همه مردان برازنده تر و رشید تر بود تشخیص دهند. شهسواران اشکانی نیزه های خود را آماده کردند و در صفوف فشرده به قلب سپاه روم زدند. پیش از شروع ویدیو جا داره از حامیان مالی کانال تشکر کنیم. اگه برای اولین باره که به کانال ما سر میزنید حتما ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای دیگه ما رو هم ببینید. طی سالهای 63 تا 88 پیش از میلاد جمهوری روم درگیر سلسله جنگهایی با دولت ارمنستان و پونتوس شده بود که این جنگ ها رومیان را به آناتولی کشاند. در جنگ سوم مهردادی پومپئی برای خاتمه دادن به جنگ از شاهنشاه اشکانی فرهاد سوم درخواست کمک کرد. اشکانیان که قسمتی از سرزمین های شمالی خود را هنگام جنگ داخلی به ارمنستان باخته بودند، پیشنهاد رومیان را قبول کردند و با ارتش خود وارد ارمنستان شدند. این واقعه زمان کافی را به رومیان داد تا مهرداد ششم پونتوسی را یک بار برای همیشه شکست دهند و از مزاحمت‌های وی رهایی یابند. در ارمنستان اوضاع مطابق میل اشکانیان پیش نرفت. سپاه ایشان شکست خورد و تیگران پادشاه ارمنستان خود را تسلیم پومپئی کرد. این واقعه آغازگر اختلاف میان دو دولت روم و اشکانی شد. دو قدرت بر سر مرزبندی دچار اختلاف شدند و چیزی نمانده بود که یک جنگ خانمانسوز را بر علیه یکدیگر آغاز کنند. اما در نهایت پای میز مذاکره نشستند و مناطق مرزی را میان یکدیگر تقسیم کردند. با این وجود نه دولت اشکانی از توافق به دست آمده راضی بود و نه جمهوری روم. 9 سال پس از این واقعه در سال 54 پیش از میلاد کراسوس مقام کنسولی در سوریه را دریافت کرد تا جنگی را علیه شاهنشاهی اشکانی آغاز کند و به اختلافات مرزی پایان دهد. پارتیان نیز که از عملکرد فرهاد در مذاکرات راضی نبودند او را به قتل رساندند و حالا شاهنشاهی درگیر یک جنگ داخلی میان پسران فرهاد بود. مهرداد سوم با سپاهی که از مزدوران تهیه کرده بود توانست بر شهر بزرگ سلوکیه تسلط یابد و حال تیسفون پایتخت دولت اشکانی را تهدید می کرد. درگیری اشکانیان با خود فرصت ایدئالی را در اختیار رومیان قرار داد تا علیه ایشان وارد جنگ شوند. سپاه کراسوس از فرات گذشت و اولین جنگ میان دو قدرت در سال 54 پیش از میلاد آغاز شد. در سال 55 پیش از میلاد کراسوس با هدف رسیدن به سرزمین‌های شرقی سوار بر کشتی شد. او در ساحل اژه پهلو گرفت و از طریق گالاتیا خود را به سوریه رساند. سال بعد کراسوس به مقصد خود رسید و گابینوس فرماندار پیشین سوریه را از مقامش عزل کرد و خود زمام امور را به دست گرفت. کراسوس در اولین فرصت و با سرمایه شخصی خود سپاهی گران تدارک دید که شامل 35,000 لژیونر، 4,000 سوار و 4,000 نیروی سبک اسلحه می شد و در مجموع شمارشان به 43,000 تن می رسید. پس از آماده شدن مقدمات لشکرکشی، کراسوس با سپاه پرشمار خود از انتاکیه خارج شد. او خیلی زود به فرات رسید و پلی بر روی آن ساخت. سپس سپاهیانش را به داخل مرزهای شاهنشاهی اشکانی وارد کرد.
کراسوس با زیر پا گذاشتن توافقی که سابقاً میان پومپئی و فرهاد بسته شده بود، جنگ را به طور رسمی میان دو قدرت آغاز کرد. کراسوس سپاهیانش را تقسیم کرد و هر کدام را به سمت شهری فرستاد. در ابتدا چند شهر فوراً تسلیم شدند، اما رومیان خیلی زود با مقاومت اهالی اسروئن روبرو شدند. شهر اپولونیوس به سختی مقاومت کرد و توانستند حدود 100 تن از سربازان رومی را به قتل برسانند. کراسوس پس از باخبر شدن از این موضوع با عمده لشکریانش به سمت اپولونیوس به راه افتاد و شهر را در محاصره گرفت. پس از زد و خوردی مختصر رومیان شهر را به تصرف خود درآوردند و شهر را غارت کردند. تالیمنوس سیلاکس شاه اسروئن که در خدمت خاندان اشکانی بود با سپاهی برای مقابله با نیروهای متجاوز رومی به مسافه کراسوس شتافت. در نبردی که میان دو طرف در گرفت رومیان به سادگی توانستند پیروز شوند. سیلاکس فوراً با باقی مانده نیروهایش به سمت پایتخت دولت اشکانی عقب نشینی کرد تا خبر لشکرکشی رومیان را به شاهنشاه خود برساند. رومیان پس از این پیروزی به پیشروی خود ادامه دادند و به شهر زنودتیا رسیدند. اهالی این شهر نیز سخت در مقابل رومیان پایداری کردند و تعداد زیادی از ایشان را کشتند، اما در نهایت مغلوب شدند. کراسوس برای تنبیه کردن ایشان و درس عبرت قرار دادنشان دستور داد تا شهر را غارت کنند و خانه ها را به آتش بکشند. با شروع شدن زمستان لشکرکشی رومیان در خاک اسروئن متوقف شد. کراسوس حدود 7000 تن را برای محافظت از مناطق فتح شده باقی گذاشت و خود برای سپری کردن زمستان به انطاکیه بازگشت. همزمان با لشکرکشی های کراسوس در شمال، اورود دوم نیز بر علیه برادرش مهرداد سوم دست به کار شده بود. او سپاهی را به فرماندهی سورنا سپرد تا کار برادر را که در سلوکیه پناه گرفته بود پایان دهد. سورنا از تیسفون خارج شد و سلوکیه را در محاصره گرفت. در همین زمان سیلاکس خبر اردوکشی رومیان را برای اورود آورد. شاهنشاه فوراً به والیان و شهرهای پارتی دستور اعزام نیرو را داد و همزمان پیکی را برای مذاکره به نزد کراسوس در سوریه فرستاد. بنابر نوشته پلوتارک، پیام رسانان پارتی چنین به کراسوس گفتند: اگر کراسوس از طرف رومیان با پادشاه ما سر جنگ دارد، پس باید منتظر یک جنگ خانمان سوز سخت باشد و هیچ گونه مصالحه یا مذاکره‌ای را انتظار نداشته باشد. ولی اگر به طوری که شایع است، کراسوس برخلاف رأی و اراده همشهریانش از روی حرص و طمع چنین سودایی را در سر پخته و در صدد جنگ با پارتیان یا اشغال سرزمین آنان برآمده است، شاه با احترام به سن زیاد وی بر سر رحم و تفقد آمده و اجازه می‌دهد که وی جان خود و افرادش را به سلامت ببرد و کسی مزاحمش نشود. کراسوس مغرورانه چنین جواب داد: پیام شاه را در سلوکیه پاسخ خواهم داد. از این جهت پیرترین سفیر به نام واگیز خنده بسیاری کرد و کف دست خیش را پیش برد و گفت: اگر در کف دست من موی دیدی، دیدار شهر سلوکیه نیز نصیبت خواهد شد. با شکست مذاکرات جنگ اجتناب ناپذیر شده بود. خبر خوشحال کننده برای پارتیان این بود که سورنا، سردار دلاور سیستانی، توانسته بود شهر سلوکیه را از مهرداد سوم باز پس بگیرد. آنگونه که پلوتارک روایت کرده است، سورنا خود حمله به شهر را رهبری می کرد و در جبهه مقدم ظاهر می شد. پلوتارک می گوید: سورنا یکه و تنها پیش از سایر سربازانش بر دیوارهای شهر سلوکیه حاضر شد و قراول آن را با دست خیش واژگون نمود و شهر را قبضه کرد. مهرداد سوم دستگیر و در حضور اورود دوم کشته شد.
رومیان نیز بیکار ننشسته بودند. 1000 سوار گالیک به فرماندهی پوبلیوس پسر کراسوس از طرف سزار برای یاری رومیان ارسال شده بود. همچنین کراسوس فرمان داده بود تا زمینداران محلی یا سرباز برای او بفرستند یا مبلغ معادلش را بپردازند. اشکانیان و رومیان برای یک جنگ تمام عیار در بهار سال آینده آماده می شدند. اشکانیان سپاه خیش را به دو قسمت تقسیم کرده بودند. بخش بزرگتر سپاه را شاهنشاه فرماندهی می کرد و بخش کوچکتر به سورنا سپرده شده بود. پارتیان برای مقابله با رومیان دو هدف را پیگیری می کردند. قرار بر این بود که اورد با سپاه بزرگتر خیش به ارمنستان حمله کند و مانع اتحاد رومیان و ارمنیان شود و اگر سپاه روم قصد داشت تا از طریق ارمنستان به خاک شاهنشاهی تجاوز کند به مقابله بپردازد. همچنین اگر رومیان قصد پیشروی از طریق میان رودان را داشتند، اورد می توانست فوراً به یاری سربازانش در میان رودان بیاید. سپاهی دیگر به فرماندهی سورنا عازم مناطق شمالی میان رودان شده بود تا در صورت نیاز به مقابله با رومیان بپردازد. اشکانیان ابتکار جنگ را در سال 53 پیش از میلاد به دست گرفتند. خیلی زود سورنا به سربازان و اردوگاه‌های رومی که سال پیش در میان رودان برپا شده بود حمله کرد و توانست تعداد زیادی از این اردوگاه‌ها را نابود و سربازانش را به قتل برساند. خبر عملیات نظامی پارتیان به اردوگاه رومیان در سوریه رسید. بازماندگان داستان‌های دلهره آوری از برخورد خود با سواران ایرانی تعریف می‌کردند که باعث ترس و تضعیف روحیه رومیان می‌شد. آرتاباز که هر لحظه احتمال می‌داد پارتیان با قوای خیش وارد ارمنستان شوند، با 6000 سوار عازم سوریه شد تا در شورای نظامی رومیان حضور یابد. عده‌ای از افسران رومی مخالف ادامه جنگ بودند، اما کراسوس همچنان به پیشروی در خاک اشکانیان پافشاری می‌کرد و تعدادی از فرماندهان از تصمیم وی پشتیبانی می‌کردند. بیش از همه آرتاباز که از حرکت نیروهای پارتی بر علیه پادشاهیش مضطرب شده بود، از ادامه جنگ حمایت می‌کرد. کراسوس با اینکه از پیشنهاد آرتاباز خوشنود شده بود، اما نمی‌توانست 7000 سربازی را که سال پیش در میان رودان گذاشته بود رها کند. بنابراین بدون توجه به توصیه شاه ارمنستان، تصمیم گرفت از طریق میان رودان با پارتیان به جنگ بپردازد. سپاه روم برای لشکرکشی به پارت بار دیگر از انطاکیه خارج شد و به وسیله همان پلی که سال گذشته بر فرات احداث کرده بودند وارد خاک شاهنشاهی اشکانیان شدند. کراسوس بلافاصله دستور داد تا پل را تخریب کنند تا فکر بازگشت و فرار نیز به ذهن سربازانش خطور نکند. در همین هنگام طلایه‌داران ارتش روم خبر آوردند که هیچ اثری از دشمن نمی‌بینند، اما ردپای اسب‌های ایشان را دیدند که در حال عقب نشینی هستند. رومیان از اینکه دشمنانشان پا به فرار گذاشتند خوشحال شدند. با این وجود عده‌ای از فرماندهان پیشنهاد دادند که ارتش در جای مستقر شود و پس از به دست آوردن اخبار و اطلاعات موثق از محل سپاه پارتیان به پیشروی ادامه دهند. اما کراسوس که قصد داشت پارتیان را با واکنش سریع خود غافلگیر کند و ابتکار عمل را از ایشان بگیرد، به حرف مشاورینش توجهی نکرد. در همین بین تعدادی از قبایل عرب میان رودان وارد اردوگاه رومیان شدند و به سپاه روم پیوستند. فرمانده ایشان آریام که سابقا در خدمت پومپی بود قبول کرد که سپاه روم را در بیابانهای میان رودان راهنمایی کند. در همین بین سپاه دیگر اشکانی به فرماندهی اورد دوم وارد ارمنستان شد. نبردی سخت در ارمنستان میان سپاه آرتاباز و سپاه اورد در گرفت. اشکانیان پس از زد و خوردی سخت توانستند بر ارمنیان فائق آیند و توافقی میان اورد و آرتاباز بسته شد. قرار بر این شد که فرزند اورد پاکور با خواهرزاده آرتاباز ازدواج کند.
به این طریق رومیان یکی از متحدین با ارزش خود را از دست دادند و از سواران ارمنی که می توانستند بسیار به ایشان کمک کنند محروم شدند. آریام رومیان را در تعقیب پارتیان راهنمایی می کرد. او با دور کردن ایشان از سواحل رودخانه، سپاه کراسوس را در معرض گرمای سوزان بیابان قرار داد که طاقت رومیان را تاخت کرده بود. رومیان در چنین وضعیت اسفناکی بودند که اخبار ارمنستان به گوش کراسوس رسید و دانست که دیگر نمیتواند روی کمک ارمنیان حساب کند. کمی بعد آریام که در واقع برای پارتیان کار میکرد با بهانه سرکوب عده‌ای از سربازانش اردوی رومیان را ترک کرد و ایشان را بدون راهنما در بیابانهای سوزان اسروئن تنها گذاشت. چیزی نگذشت که پیش قراولان سپاه سراسیمه به نزد کراسوس آمدند و خبر دادند که به سختی توانستند از دست نیروهای دشمن بگریزند و اینکه دشمن در حال نزدیک شدن است. عده‌ای پیشنهاد کردند که در همانجا اردوگاهی زده شود تا اطلاعات بیشتری از سپاه پارتیان، شمار و تجهیزاتشان به دست آید. اما کراسوس و پسرش تعلل را جایز ندانستند. سپاه روم به حالت آماده باش در آمده و با سرعت بیشتر به تعقیب پارتیان پرداخت. در 20 خرداد سال 53 پیش از میلاد، سپاه روم به فرماندهی کراسوس به نزدیکی شهر تجاری حران رسید. در این هنگام تعدادی از پیش قراولان سپاه روم که با زحمت توانسته بودند از دست اشکانیان بگریزند، کراسوس را از موقعیت پارتیان مطلع کردند. او فوراً دستور داد تا سربازانش آرایش نظامی بگیرند. ابتدا دستور داد تا سربازانش در یک خط طویل با فاصله از هم به صف شوند تا امکان محاصره شدنشان کاهش یابد، اما خیلی زود منصرف شد و فرمان داد که رومیان آرایش مطمئن‌تر مربعی به خود بگیرند. چیزی نگذشت که نیروهای اشکانی از دور نمایان شدند. سورنا برای آنکه شمار سربازانش از نظر رومیان پنهان بماند، دستور داده بود تا صف اول را شه سواران سنگین اسلحه تشکیل دهند و پشت سر ایشان کمانداران سوارکار را مستقر کرده بود. سورنا همچنین برای آنکه حشمت و جلال اردوی خود را از نظر رومیان مخفی کند، دستور داده بود که شه سواران سنگین اسلحه روی زره های خیش لباس های از جنس پوست حیوانات بتن کنند. ناگهان با علامت سورنا صدای طبل های جنگی به همراه هیاهوی پارتیان در فضا پر شد. پروتارک که صدای سازهای جنگی پارتیان را به مانند قرش حیوانات درنده و رعد و برق تشبیه کرده است، از ترس وصف ناپذیر در میانه صفوف رومیان خبر می دهد. در همین هنگام بود که سورنا دستور داد پارچه ها را از روی زره کنار زنند. رومیان حیرت زده شده بودند و به واسطه نوری که از زره شه سواران منعکس می شد، قدرت بیناییشان کاهش یافته بود. شه سواران با حمایت کمانداران سوارکار قصد داشتند تا در صفوف رومیان روزنه ایجاد کنند. همزمان با حرکت سواران سنگین اسلحه، سواران کماندار نیز مشغول محاصره کردن رومیان شدند. هنگامی که سورنا آنقدر به صفوف رومیان نزدیک شد تا عمق سپاه ایشان را ببیند، از تصمیم خود منصرف شد و پیش از درگیر شدن با صفوف رومیان به شه سواران دستور عقب نشینی داد. کراسوس که در محاصره قرار گرفته بود و از هر سو بارانی از تیرهای پارتی بر سر افرادش فرود می آمد، دستور داد نیروهای سبک اسلحه پیشروی کنند تا با بارش تیر بر سر پارتیان جواب ایشان را بدهند. پارتیان همینطور که از صفوف رومیان فاصله می گرفتند تا از بارش تیراندازان ایشان در امان باشند، به پشت سر تیر پرتاب می کردند، شیوه‌ای که بعدها در تاریخ به تیراندازی پارتی معروف شد. پارتیان تلفات سنگینی به واحدهای سبک اسلحه رومی وارد کردند و ایشان مجبور شدند به پشت صفوف لژیونرها پناه ببرند. پارتیان از هر سو صفوف رومیان را تیرباران می کردند و ایشان را در وضعیت اسفناکی قرار داده بودند. پلوتارک می گوید رومیان دست و پای خیش را گم کرده بودند و نمی دانستند که چه کنند.
اگر در جای خود می ایستادند، هدف تیر جانستان و سخت دشمن می شدند و از پای در می آمدند و اگر قصد مقاومت می کردند، محسوس بود که کار مهمی در مقابل دشمن قهار از دستشان ساخته نیست، زیرا هرچه به دشمن نزدیک تر می شدند، پارتها عقب می نشستند و در حین عقب نشینی هم از تیراندازی شدید خود باز نمی ایستادند. امید رومیان بر این بود که به زودی تیرهای پارتیان تمام می شود و ایشان مجبور به محاربه تن به تن خواهند شد. به همین خاطر سخت در جای خود مقاومت می کردند. در این زمان بود که سورنا نبوغش را به نمایش گذاشت. سورنا که از پیش فکر این مشکل را کرده بود، کاروانی از شتران را آماده کرده بود تا مدام مهمات لازم را از پشت جبهه به میدان نبرد بیاورند. به این ترتیب پارتیان می توانستند تا هر زمان که لازم بود به نبرد از راه دور بپردازند. با شنیدن این خبر یأس و ناامیدی اردوگاه رومیان را در نوردید. کراسوس پیکی به نزد پسر خود فرستاد و فرمان داد پیش از اینکه پارتیان دوباره ایشان را به محاصره خود درآورند دست به مقابله بزند. او 1300 سوار که شامل 1000 سوار زبده گالیک می شد، به همراه 500 کماندار و 8 هنگ پیاده نظام سنگین اسلحه در اختیار فرزندش قرار داد و او را مأمور شکستن محاصره کرد. پارتیان تا اوضاع را چنین دیدند شروع به عقب نشینی کردند. رومیان که از فرار پارتیان جریتر شده بودند، به تاخت به تعقیب ایشان پرداختند. هنگامی که نیروهای ضربت رومی فاصله مشخصی از بدنه اصلی سپاه گرفتند، سواران پارتی به ناگاه جبهه خود را تغییر دادند و به اتفاق شه سواران سنگین اسلحه که به یاری ایشان آمده بودند به سمت رومیان متوجه شدند. شه سواران در قلب سپاه جای گرفتند و سواران کماندار نیز جناحین را تحت پوشش قرار دادند. سپس با سرعت به سمت رومیان تاختند. توده عظیمی از ماسه ها به هوا بلند شد و گرد و غبار غلیظ و انبوهی برپا کرد، طوری که رومیان نمی توانستند ببینند چه اتفاقی برای پسر فرماندهشان در حال رخ دادن است. ضد حمله پارتیان مرگاور بود. فریاد و فغان مجروحین به آسمان بلند شده بود. پیکر بیجان رومیان به روی خاک می افتاد و هر لحظه تعداد بیشتری از ایشان کشته می شد. پوبلیوس برای نجات سربازانش به سمت پارتیان یورش برد، اما سلاح‌های ایشان بر تجهیزات پارتیان کارگر نبود. پس از درگیری سخت رومیان مجبور به عقب نشینی شدند. آنها پای تپه کوچکی که در آن حوالی بود مستقر شدند و از جنازه اسبان برای سنگربندی استفاده کردند. موانع ایجاد شده نتوانست در مقابل پارتیان کاری از پیش ببرد. پوبلیوس به مستخدم خود امر داد تا او را بکشد و پوبلیوس به این شکل به زندگی خود پایان داد. با مرگ وی امید رومیان برای نجات از بین رفت. کراسوس که نمی‌دید چه اتفاقی برای فرزندش در حال رخ دادن است، دو دل شده بود که همه چیز را به خطر اندازد و به یاری پسرش بشتابد یا آرایش خود را حفظ کند. هنگامی که تصمیم خود را گرفت تا به کمک پسرش برود، صدای هیاهوی پارتیان و طبل‌های جنگی توجه او را جلب کرد. ناگهان سر بریده پوبلیوس در مقابل ارتش روم بر سر نیزه رفت. رومیان غرق در وحشت شدند. پارتیان دوباره سپاه روم را به محاصره کامل خود درآوردند و بارش تیر را از سر گرفتند. بخشی از رومیان در گروه‌های کوچک خودسرانه از صفوف خود خارج شدند و به سمت پارتیان حمله کردند، اما آنها خیلی زود گرفتار شه سواران سنگین اسلحه می‌شدند و از پای در می‌آمدند.
در نهایت تاریکی هوا رومیان را از مصیبتی که بدان گرفتار شده بودند رها ساخت. پارتیان وعده دادند که در شب کاری با رومیان ندارند. همچنین به ایشان این فرصت را دادند که خود را داوطلبانه تا پیش از طلوع آفتاب تسلیم کنند. پارتیان به اردوی خود بازگشتند و شب را در آنجا سپری کردند. رومیان اما تصمیم گرفتند از تاریکی شب استفاده کرده و هرچه سریع‌تر میدان را ترک کنند. بسیاری از رومیان مجروح بر روی زمین افتاده بودند. کراسوس می‌دانست که نمی‌تواند ایشان را نجات دهد. به همین خاطر دستور داد آنها را رها کرده و بگریزند. هنگامی که مجروحین دیدند هم رزمانشان آنها را رها می کنند تا به دشمن گرفتار شوند، صدای آه و ناله و فریادشان بلند شد و در تمام اردوگاه غریو وحشت برخاست، طوری که ترس این وجود داشت که از ناله ایشان پارتیان بیدار شوند و به آنها بتازند. رومیان بدون آنکه اهالی شهر حران را از نبردی که رخ داده بود مطلع کنند وارد شهر شدند. پارتیان با اینکه از عقب نشینی شبانه رومیان آگاه شده بودند نخواستند شب را به تعقیب ایشان بپردازند، اما صبح روز بعد وارد اردوی رومیان شدند و حدود 15,000 تن از مجروحین رومی را کشتند. چیزی نگذشت که سورنا به همراه تعدادی از سربازان خود به نزدیکی شهر حران رسید. در این زمان پیامی به دروغ برای سورنا خوانده شد با این مضمون که کراسوس به همراه دیگر سرکردگان خود فرار کرده است و آن عده‌ای که در شهر مستقر شده اند سربازان معمولی هستند. سورنا که در صحت این سخن تردید داشت، عده‌ای را به پای دیوارهای شهر فرستاد و فرمود که نام کراسوس را فریاد زنند و بگویند که پارتیان قصد مذاکره دارند. هنگامی که سورنا اطمینان حاصل کرد که کراسوس و افسرانش داخل شهر هستند، با عمده سربازانش به مقابل دروازه شهر حاضر شد. پارتیان به فرماندار شهر امر کردند که باید کراسوس و دیگر همراهانش را دست و پا بسته تسلیم نمایند. در غیر این صورت نمی توانند انتظار هیچ رحم و شفقتی را داشته باشند. در شب همان روز کراسوس با اطمینان از این موضوع که پارتیان در شب نبرد نمی کنند، برای فرار از دست نیروهای پارتی از شهر با عده‌ای از همراهانش خارج شد. در اینجا هر یک از افسران و فرماندهان رومی مسیری را برای فرار در پیش گرفتند. حدود 5,000 نفر ایشان به فرماندهی شخصی به نام اوکتاویوس در منطقه کوهستانی به نام سیناکا پناه گرفته بودند. کراسوس با خیانت آندروماکوس راه را گم کرده بود و در بیابانها سرگردان بود که از خوش اقبالی متوجه نیروهای اوکتاویوس در همان نزدیکی شد. چیزی نمانده بود که نیروهای کراسوس به اوکتاویوس بپیوندند که پارتیان از راه رسیدند. رومیان در پای تپه‌ای مستقر شدند و پارتیان نیز بی‌محابا به صفوف ایشان زدند. اوکتاویوس که می‌دید کراسوس در حال نبرد با پارتیان است، سربازانش را برای حمایت از کراسوس به حرکت درآورد. پارتیان که رسیدن نیروهای کمکی را دیدند، عقب نشستند. رومیان بر فراز بلندی جایگاه خود را مستحکم کرده بودند، طوری که اگر شهسواران سنگین اسلحه به ایشان یورش می بردند، خطری جدی ایشان را تهدید می کرد و تیرهای پارتی اثر کمتری بر رومیان می گذاشت. سورنا که دید اگر چنین ادامه پیدا کند، رومیان می توانند باز از تاریکی شب استفاده کنند و این بار برای همیشه از چنگش بگریزند، تصمیم گرفت تا عده‌ای از اسرایی که در اردویش قرار داشت را با وعده صلح و برای مذاکره به نزد رومیان بفرستد. کراسوس که مایل به گفتگو نبود، تحت فشار سربازان و افسرانش برای مذاکره از صفوف رومیان خارج شد و به سمت پارتیان حرکت کرد. هنگامی که سورنا دید فرمانده رومیان پیاده است، چنین گفت: چطور ممکن است که فرمانده و سالار رومی پیاده باشد و
و ما سواره باشیم. آنگاه دستور داد اسبی برای وی حاضر کنند. سورنا با این ادعا که از طرف خود اختیاری برای مذاکره ندارد گفت که برای مذاکره و توافق بین دو طرف باید به نزد شاهنشاه بروند. سپس اسبی آورده شد و مهتران او را بر اسب سوار کرده دهانی اسب را گرفتند و به پیش راندند. اکتاویوس هنگامی که این صحنه را دید آن را توهینی به شأن و منزلت رومیان قلمداد کرد. وی فوراً از تپه پایین آمد و لگام اسب را با دست راست محکم چسبید. پترونیوس هم طرف دیگر لگام را گرفت و سایرین نیز گرد اسب و سوار را گرفتند و از هر طرف به کراسوس فشار آوردند. تنش میان دو طرف بالا گرفت. در این هنگام اکتاویوس خنجری کشید و یکی از پارتیان را به قتل رساند. آنگاه یک افسر پارتی اکتاویوس را کش و درگیری میان دو طرف شروع شد. در همین میان یکی از پارتیان به نام پوماگزرسر به سمت کراسوس حمله کرد و وی را کشت. پارتیان رومیان را به قتل رساندند و از سر و دست کراسوس را از تنش جدا کردند. بنابر منابع رومی از ارتش 43,000 نفری کراسوس 20,000 تن کشته شدند، بیش از 10,000 تن اسیر شدند و تنها 13,000 تن توانستند جان سالم به در ببرند، در حالی که پارتیان کمتر از 100 نفر تلفات داده بودند. سورنا پس از کسب این پیروزی باشکوه سر جدا شده کراسوس را برای اورد به ارمنستان فرستاد. در میان جشن پایکوبی که به مناسبت ازدواج پاکور با خواهر آرتاباز برگزار شده بود، سر کراسوس را به تیگرانو کرتا آوردند. هنگامی که پارتیان در حال دیدن نمایش بودند، سربازان اشکانی همچنان که سر کراسوس را در دست داشتند وارد مجلس شدند و خبر پیروزی درخشان سورنا را به حضار دادند. در همین هنگام بازیگری که در حال اجرای نمایش بود سر را از سربازان گرفت و به جای سر ساختگی که برای نمایش باید استفاده می شد از سر کراسوس در نمایش خود استفاده کرد که این امر موجب به ذوق آمدن و شادی حضار شد. شاه که از خلاقیت بازیگر خوشش آمده بود صله بسیار به وی عطا کرد. همزمان با جشن در ارمنستان سورنا نیز آماده جشنی در سلوکیه می شد. سر افسران رومی بر نیزه زده شده بود و پشت سر سورنا شخصی را جای کراسوس جا زده و لباسهای زنانه بر او پوشانده بودند. سپاه ظفرمند پارتیان این چنین در نهایت غرور و شکوه در سلوکیه رژه می رفتند و خنیاگران و آواز خانان به همراه مردم عادی به جشن و پایکوبی مشغول بودند. سرنوشت سورنا چندان بهتر از رقیبش کراسوس نبود. اورد که از قدرت گرفتن سورنا احساس خطر می کرد، دستور قتل وی را صادر کرد. عملی که در نظام‌های پادشاهی چندان شگفت‌انگیز نیست. سورنا دو شاه اشکانی یعنی فرهاد سوم و مهرداد سوم را از سلطنت برکنار کرده بود و اورد را به تخت شاهی نشانده بود. همچنین سیستانی ها در زمان سیناتروک نیز قدرت خیش را در انتخاب شاه نشان داده بودند. بنابراین میبینیم که خاندان سورنا قدرتی مشابه یا حتی بیشتر از خاندان اشکانی به دست آورده بودند. چنان که پلوتارک نیز اشاره میکند، خاندان سورنا و شخص سپهبد سورنا از نظر ثروت و شکوه و جلال بعد از شاه قرار داشتند. بنابراین طبیعی است که اورد دوم از جناب سورنا احساس خطر کند و دستور مرگ او را بدهد. پس از سورنا فرماندهی سپاه اشکانی به پاکور سپرده شد تا باقی نیروهای رومی که هنوز در شمال میان رودان مستقر بودند را بیرون کنند. حال نوبت اشکانیان شده بود که به سرزمین‌های شرقی رومیان یورش برند. با اینکه این قسمت به پایان خود رسیده است، اما هنوز تا پایان نخستین جنگ رومیان و ایرانیان راه زیادی در پیش است. پس حتما ما را سابسکرایب کنید تا از قسمت‌های آینده این مجموعه با خبر شوید.